شروع میشه برای زیرگیری اومد اقدام کنه، همون زانو ریز زد ولی بلندش کردم بودش در خاک، چون لکلاک زنه میره برای اینکه لکلاک رو اقدام بکنه، میره برای اینکه پارو بگیره که سابمیشن بکنه، یه میت سکشن کیک همون رو پارو میگیره میاردش در خاک، میره برای اینکه باز لکلاک رو بگیره. خیلی بعد شما وقتی یه فن فقط بلد باشی. مبارزه MMA بین هورخه ماسویدال و ساتورو کیتاوکا از کشور ژاپن. هورخه ماسویدال دیدید چقدر جوون بود؟ یکی از مبارزه قدیمیشو میخوام براتون بذاریم. ماسویدال قبلا استریت فایتر بوده، دعوای خیابونی میکرده، تو تیم کیمبو سلایس هم بوده، کیمبو که دیگه سلطان استریت فایترها بود تو آمریکا، بوکس خیلی خوبی داشت تو استریت فایت، بوکس میکرد و ماسویدال هم با اونا بوکس میکرد، مسابقات بوکس هم میداد خیابونی و فایتر خیلی عجیب غریبی. همین چهره که میبینید داره وارد میشه اینجا، خیلی هم جوانتره از میامی و استیت فلوریدا آمریکا در مقابل کیتاوکا از کشور ژاپن میخواد قرار بگیره. ماسویدال به این خیلی معروفه که بوکس خیلی خوبی داره، چون سابقه ای که همون استریت فایتر رو داشته، میبینی که اینجا هم نشون دادی که 9 تا پیروزیش با ناکاوت و تکنیکال ناکاوت بوده. اصلا چی شد این آدم اومد توی UFC؟ بعد فایت های قدیمیشو ببینی. اینم چهره کیتاوکا از کشور ژاپن، یکی از متخصصین گیوتین چوک و لگلاکه و از 6 تا حریفاش 4 تاشو تونسته که لگلاک کنه و با پا سابمیشن کنه، پا رو قفل کنه، حالا یا زانو یا هیل هوک بزنه بهشون و اینجا میخواد آماده بشه مبارزه کنه با ماسویدال. ماسویدال 18 تا پیروزی داره، 4 تا باخت و حریفش 25 تا برد داره، 9 تا باخت، 9 تا مساوی، وزناشون اندازه همه. ماسویدال 24 سال و حریفش 29 سال. کیتاوکا بدن عضلانی تری هم داره نسبت به ماسویدال، قدش یه نمه کوتاه‌تره، گوشا کلمپیچ، شکسته، سابقه جوجیتسو و این برم ماسویدالی که هر کسی رو بذاری جلوش فایت میکنه. فایتره خوبیه که نمیتونیم بگیم تو خاک خوبه ولی استادش خوبه. اینجا استایلش نوشته برزیلین جوجیتسو باکسینگ، ولی در مقابل حریفش برزیلین جوجیتسوش اونقدری نیست، یعنی در خاک حریفش میتونه بهتر کار کنه. کمربند مشکی ببین، استایلش زده هم جوجیتسو هم جودو، یعنی کلن من تو خاک و گرپلینگ بهترم ولی اون بوکس هم داره توش ماسویدال. میریم که این مبارزه جالب رو براتون گزارش بکنیم. ماشاءالله چه ادا اصولی هم داره در میاره کیتاوکا. همونطور که عرض کردم میبینین قد مشخصه، قد کوتاه‌تر، از اون تر، دستم با هم میدن، خیلی حریفش با ادا اصول اینجوری میکنه. خب مبارزه جذابی باید بشه. چیکار داره میکنه؟ دعا داره میخونه چیکار؟ خب برو بریم، مبارزه آغاز شد. در راند اول استایل عجیب غریبه حریف ماسویدال، بریم برای زیرگیری اقدام میکنه، چند بار نشون داد برای زیرگیری اقدام میکنه، گیوتین رو داره جمع جور میکنه ماسویدال، از یه خم گرفته میره تبدیل به دو خم میکنه، از مچپا میاره در خاک، گردنش رو محکم ماسویدال گرفته، پاها رو در دست گرفته کیتاوکا که نتونه گیوتین رو جمع جور کنه. حالا میتونیم بگیم در خاک آورده ماسویدال، ماسویدال باز گردن رو میگیره، ببینیم میتونه گیوتینش بکنه کارو تموم کنه یا نه. گردن رو محکم گرفته داره میسته حریفش، دیگه یواش یواش میخواد بیاد در استگارد، نتونسته اونجوری گیوتین رو جمع جور بکنه، حریفش میاد در هف گارد و بله گردن رو الان میتونه راحت در بیاره، داره جای خودش رو سفت و محکم میکنه. ماسویدال هم گردن رو محکم گرفته و دستو در نمیاره، اینجا در میاره، میخواد به چرخه بیاد پشت حریف،
اینجا میخواد چرخشش رو بزنه، حریفش این اجازه رو بهش نمیده. ببینیم کی موفق میشه حریف رو بیاره در خاک در انتها. ببینید چقدر اهمیت داره گرپلین رو تیک داون کردن. دارن تلاش میکنن که حریفشون رو بیارن در خاک. ماسفیدال هم میخواد گردن رو بگیره، حریفم پا رو گرفته که لگ لاک رو بزنه، چون لگ لاک زنه میره برای اینکه لگ لاک رو اقدام بکنه، میره برای اینکه پا رو بگیره که سابمیشن بکنه حریفو. چندین بار این کار انجام داده، ماسفیدال مشتای محکمی میزنه به صورتش، آنالیزش کرده. ببینید مشت محکم به صورت، میاد جلو مشتای محکم به سر و صورت کیتاو کم میزنه. ببینید چقدر محکم ضربه هاشو زد تا اومد پا رو بگیره، خیلی مشت محکم زد به سر و صورت این حریف ژاپنیش و بازم داره میزنه. حریفش هم از پا نمیشینه، اونم میخواد لگ لاک کنه، پا رو محکم گرفته که بتونه سابمیشن بکنه ماسفیدال. ماسفیدال هم اصلا تب نکره، با اینکه درد داره، میبینید درد داره و داره باش میچرخه، عین کروکودیل اونم داره باش میچرخه. سابمیشن کاره پاکاره به اصطلاح، پا رو خوب میگیره و قفل میکنه، پا رو بگیره دستش میتونه سابمیشن کنه و ماسفیدالی که میخواد خارج بشه از این تله حریف و آپرکات های محکمی که ماسفیدال داره میزنه سر حریفش. باز یه خمو گرفته اونم میکنه، میگم شگردش این کاره، شگردش لگ لاک و هیل هوکه. یه زانو تو سر کیتاوکا میزنه و میارتش در خاک. چقدر قشنگ ترانزیشن کرد هفگاردو به فول گارد، باریکلا باریکلا به کیتاوکا. و اینجا اگه سر ماسفیدال زیاد بیاد بیرون، داور فکر میکنم ترجیح بده که مسابقه رو از وسط رینگ ادامه بده که نه اومدن داخل، دستم نباید بگیرم به تناب. ماسفیدال میخواد بلند بشه، حریفش همچنان گرپش کرده. چند تا ضربه رو به صورت ماسفیدال میزنه، ماسفیدال دستشو میگیره. ببینیم چه کاری میخواد انجام بده، چند تا ضربه دیگه. خب مشتا اونقدر کاری نمیتونه باشه، برای میتونه حواس حریف رو پرت بکنه برای زدن فنون دیگهش. همچنان اینجا نمیدونم چه فنی رو میخواد بزنه ماسفیدال. حریفش دنبال موقعیتی که لگ لاک بکنه، میگم لگ لاک زنه، یه دستش به پای حریف کلن. ببینید با یه دستی پا رو گرفته میاد بالا، در ایستاده در کلینچ یه زانو میزنه به شکم کیتاوکا، یه زانو دیگه محکم میزنه به شکم کیتاوکا، یه هایکیچ دیگه هم میزنه. باری کلا ماسفیدال چقدر خوب کار کرده در ایستاده، چه کرد برای زیرگیری حریفش میخواد اقدام بکنه. و در خاک ماسفیدال داره ضربای محکمی رو به سر و صورت حریف میزنه. نگاه کنید، در هفت گارد اجازه نمیده اصلا فکر بکنه حریفش. باز دوباره کیتاوکا سویچ میکنه و پا رو میگیره، تن میره برای اینکه گیوتین رو جواب جو کنه. ماسفیدال باری کلا محکم گرفته، اگه بتونه پاشو قلاب کنه تموم کرده کارو، با یه چرخش خارج میشه دیگه. بعد با آباتیش بزنه، پوزیشن خوبیه، بعد ضرباشو بزنه. بله آرنج محکم و راند به اتمام میرسه. راند اول به اتمام میرسه. حریف رو نگاه کنید، گیجه گیجه انقدر ضربه خورده. وای چرا اینجوری، این مدلی من تابال نیده بودم یکیو اینجوری ببرن گوشه. تموم کرده، چقدر ضربه بهش زد، زانوی محکم به شکمش زد. اوه اوه اوه، دیدین آبی که حالا نرمال سانی نمیزنن به دهان و میشورن، دیدی پر خون بود توش. لگلاکو میبینی که اومد بزنه، اینجا ضربای محکمی رو زد به سر و صورت حریف که همین باعث شد خونی بشه سر و صورتش. و اینجا هم یه رایت پانچه عالی میزنه، یه هایکی که محکم هم میخوابونه تو صورتش همونو. اما چه پا میخواست حریف رو بزنه زمین که نتونست. اینجا هم گیوتین اومد چماجو کنه، خوبم گرفت، ولی حریفش ببینید چقدر قشنگ سویچ کرد، اومد این بر و خارج کرد خودش از این مخمسه. سر و صورت رو ببینید کبود کرده، دماغو که زد اونجا ترکون. چند تا ضربه دیگه هم به سر و صورتش زد، باد کرده پیشونیشم، یه ذره حالش جا اومد. ببینیم راند دو هم میخواد به همین صورت ادامه بده، یعنی فقط میخواد سابمیشن بکنه یا میتونه استرایکر خوبی هم باشه. میریم برای اینکه راند دوم رو براتون گزارش بکنیم، آیا در این راند کسی ناک‌اوت میشه یا کسی سابمیشن میشه، در ادامه خواهید دید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید دوستان، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا ما ویدیو گذاشتیم بتونید ببینید. راند شروع میشه، برای زیرگیری اومد اقدام کنه، همون
زانو ریز زد ولی بلندش کرد و بودش در خاک. در گراوند گیم مبارزه ادامه پیدا میکنه. ماسویدال کلن رفته برای گرفتن گیوتین ولی خب پاشو خوب قلاب نمیکنه. اگر هم بخواد قلاب کنه حریفش خوب در میاد. میخواد جاشو استیبل بکنه حریفش بیاد در سایت، اجازه رو بهش نمیده. ماسویدال شروع میکنه چند تا ضربه زدن. اگه سر زیاد بیاد بیرون میگم داور استوب میکنه و مبارزه رو در وسط رینگ ادامه میده. اما قصد داره کلاش میره بیرون که مبارزه رو از وسط رینگ ادامه بدن. فعلا که این نتیجه نرسیدن. الان ماسویدال اومده بیرون، دیگه داور باید نگه داره دیگه. داور میتونه نگه داره مبارزه رو دیگه، بیرونه دیگه الان. بله، در همون پوزیشن در وسط رینگ تشخیص میده که ایستاده باشه. ایستاده مبارزه رو ادامه میدن. یه اوورهند باید بزنه، موفق نشد. همونو برای گیوتین اقدام میکنه باز ماسویدال که گیوتین رو جمع جور بکنه. اگر بتونه این کار رو انجام بده، بتونه فنش رو اجرا بکنه، موفق نشد. حریفش با یه چرخش پا رو دوباره گرفت. ببینید میخواد هیل هوک رو اجرا بکنه، فشار داره بهش میاد، فشار سنگین داره به مچه پشت میاد، پاش درد گرفت و هادید فشار داره زیاد میاد، به سرعت پا رو در آورد. یه سطح خوبی رو ماسویدال در پیش گرفته، ضربه خوبی رو به سر صورت حریف زد در خاک. و حالا خودش در فول گارد قرار گرفته. ببینیم حالا خودش میتونه فنون جوجیتسو رو اجرا بکنه یا نه، چون زیر اسمش نوشته بود برزیلیان جوجیتسو. ببینیم چه میکنه. هورخه ماسویدال، هورخه میگن، هورخه ماسویدال هم میگن ولی هورخه درسته، هورخه ماسویدال. البته شما اسم و اصولا به هر صورتی میتونید تلفظ کنید، چون معمولا هیچ اسمی رو نمیشه دقیق به همون صورت تلفظ کرد. اسم من علیرضا است، همه جای دنیا میگن علیرضا. حالا بیا بهش بگو نه بگو علیرضا. خب مبارزه ادامه پیدا میکنه. از اس بگذاریم در فول گارد کاری نمیکنه. داور میتونه ایستاده اینجا اعلام بکنه، چون کاری از پیش نمیبرن. دو سه تا چک افسری میزنه تو سر صورت ماسویدال که کاری انجام بده، چون دوست داره در خاک نگهش داره و نمیخواد مبارزه رو ایستاده بده داور. یا آب کیکم میزنه، آها میخواد ادامه بده در خاک. ماسویدال ولش نمیکنه اینجا، داور نگه میداره میگه ایستاده. مبارزه در ایستاده ادامه پیدا خواهد کرد. یه مید سکشن کیک، همونو پارو میگیره میارتش در خاک، میره برای اینکه باز لگ لاک رو بگیره. خیلی بده شما وقتی یه فن فقط بلد باشی و ضربه های پیاپی ماسویدال تموم میکنه کار رو، تموم میکنه کار رو. چک کرد اینجا با کیتاکا اور ماسویدال. داشتم میگفتم خیلی بده شما یه فن بلد باشی هی بری دنبال لگ لاک. طرف میدونه چه کاری میخوای انجام بدی دیگه، میدونه چه کاری میخوای انجام بدی، حتی اگه خوب خوبم کارو انجام بدی. بیا تموم میکنه کار رو و اور ماسویدال پیروز این مبارزه میشه. حریف رو تموم میکنه در خاک و عکسای لب ساحلی داره میگیره اونجا. ماسویدالی که خیلی پر روه، خیلی لاته، به اصطلاح با لاتی پر میره تو هر مبارزه ای. تو UFC هم به همین صورته و دستش اینجا با عنوان پیروز بالا میره و ژاپنیایی که ناراحتن که حریفشون باخته. شما مبارزه 6 دنگ باید باشی، نه اینکه یه دنگت قوی باشه فقط ساب میشن کار باشه، همه چیت باید خوب باشه در MMA. اما میکس مارشال آرت، ترکیب همه هنرهای رسمی، جایزش رو هم میگیره ماسویدال و صحنه آهسته رو مشاهده کنید. اینجا تعادلش از دست داد، بعد در خاک یه بادی پاچ بزد و شروع کرد اینجا گراوند اند پاوند محکم به سر و صورت حریفش زد و اینجا تمومه دیگه. دیگه تمومه دیگه، هوش نداره. داورم بیاد به موقع تموم میکنه کار رو و حریفی که کلن افقی شد. این مبارزه هم کلن افقی بود. خب دوستان مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین. این مبارزه ماسویدال بود، مبارزه قدیمش، الان جزو فایترهای خوب UFCه، هولدره، هر کی باشه فایت میکنه و یه دونه کمربند هم گرفته بود در مبارزش با نی دیاز که کمربند قهرمانی UFC نبود. اسم اون کمربند هم برامون بنویسید، بچه های خبره میدونن این رو. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین. پلیلیست ها رو فراموش نکنید که یه دنیایی توش پلیلیست ها، کلی فایت های جدی داره، شوخی داره، استاد قلابی ها رو داره، مستند فایتر ها رو داره، بوکس ها رو داره، مستند فایتر هم خیلی مهمه، منتخب فایت ها رو داره، معرفی فایتر ها رو داره، یه دنیاییه برای خودش. اونم حتما برید ببینید، دکمه زنگوله سابسکرایب رو بزنید، خود سابسکرایب رو هم بزنید تا
ما هر ویدیویی گذاشتیم بتونید مشاهده کنید. اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده، از اونم غافل نشید. مرسی از این که ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.